کنکرم بزنیم بشینیم با شما من یه ذره صحبت کنم. آقا من امروز این چه دستم که من خیلی سردم الان به خاطر شما نشستم اینجا، خیلی سردم، دلم میخواد تو آفتاب بشینم. بابت چی امروز دارم با شما صحبت میکنم؟ بابت چی شد که تصمیم گرفتم صحبت کنم؟ از عشق تو بیتابم، از عشق تو مجنونم. چرا موام این شکلی شد؟ اب نداره دیگه، هر دفعه یه مدلیه دیگه. نه ببین، بیا میخوام بهت بگم که چی شد. امروز روز سومت همین لانگ ویکنده، تعطیلات لانگ ویکندمونه. برای آقای پسرک قرار گذاشتم که یکی از دوستاش با خانوادهش، زن و همسر و مامان و باباش و اینا بیان. بعد خواهرش که یه چیزی افتاده رو پاش، دیشب رفته بود امرجنسی روم، پاشو نم چیکار کردم، خلاصه مدرسه‌ام بچه نمیتونه بره. اون از خواهره. مثلا یه ذره برم نزدیکتر ببینم چقدر صدام میشنوی. هیچی، خلاصه اینا رو گفتیم اومدن خونهمون. من قبل از که اینا بیان هی فکر کردم خدای دیشب فکر کردم من چی بذارم، چه ساعت عجیبی هم دارم، یعنی 10 داشتم میمدن 10 صبح با خودم درگیرم. خلاصه فکر کردم که هی فکر کردم خدایا من برای اینا چیکار کنم، چی بذارم اینا. رفتم یه مثلا ظرف وجتبل، همه جور سبزی، سبزیجات رو مثلا هویج و براکلی و اینا رو با سرشون خورد کردم گذاشتم، یه ذره ویجستیک مثلا یه کرکرهای هلتی که چیز نشده سرخ نشده گذاشتم. اصلا ماجرا چیه میخوام بهتون بگم؟ میخوام بهتون بگم که یه عالم داشتم به خودم فکر کردم که خدای من چیکار کنم. خیلی وقتا ماها یه ذره به عنوان ایرونی های مهاجر، ما به عنوان ایرونی مهاجر یه ذره زیادی اوورلی دو میکنیم همه چیو. مثلا زیادی آرایش میکنیم به عنوان خانم، زیادی لباس میپوشی. من با همین بلوز و شلوارک پذیراشون بودم. خیلی فکر کردم که زیادی اوورلی نرم، برای اینکه میدونم که آدم های اینجا معذب میشن، خیلی هم معذب میشن. مثلا یه کوکی و یه میوه گذاشتم که وقتی که اگه گفتن کافی میخوان اینو با اون سرو کنن. با منم که دیدید دیگه همش آمین تو کالرز، دلم خواهد رنگای مختلف بذارم، چیزای متفاوت بذارم، ولی یاد گرفتم که آدمای اینجا براشون توماچه. من اصلا اصولا رنگ و لعابم برای آدمای اینجا که همه سیاه و سفید و خاکستری میپوشن خیلی توماچ. بعد با خودم فکر کردم که چه درس بزرگی این بر من داره. درس خیلی بزرگش اینه که ما خیلی وقتا به عنوان ایرونی چون عادت کردیم همه چیزی مقدار توش تشریفات های نباشه، توی جامعه جدید آدم ها رو از خودمون یه جوری میکشیم عقب و میرونیم ناخودآگاه. و خیلی مهمه که حواسمون بهش باشه، خیلی مهمه که حواسمون بهش باشه و اجازه ندیم که با زیادی انجام دادن یه کاری آدم های اطرافمون رو معذب و آنکامفورتبل کنیم. می‌دونی ما حتی لباسایی که همجوری تو مهمونی‌های معمولی دور همه می‌پوشیم، ملت اینجا تو عروسی می‌پوشن. کانادا که خیلی آدمام ساده‌ترن. اصولاً بهتون میگم خوبه که ما به اینا توجه کنیم. خیلی خوبه که به این چیزا توجه کنیم. یه چیز دیگه که می‌خوام بهتون بگم، داشتیم راجع به این چیزا صحبت می‌کردیم، اینا اصالتشون مال جنوبه، مثل که خانومه مال پرو باید باشه. یه چیزی که برام جالب بود زمانشون هم مکزیکه. یکی چیزی که برام جالب بود داشتیم صحبت میکردیم، گفتش که مرده گفتش که ما تو کالچرمون، تو کالچر اینا خانومم اینجوریه که اگه یه نفر از من بپرسه که مثلا تو قهوه میخوای، حالا من دور دقیقه قبلش گفته بودم ریفیل میخواین قهوه میخواین، گفت اگه یکی از همون بپرسه تو قهوه میخوای اولش باید بگیم نه، بعد بذاریم اون دوباره بپرسه قضیه تعارفه. بعد آدم گفت اوه اینا آردی، همسر جان گفت اینا آردی، همسر من تو ایران آردی براش این اسم دارن، یه ورد دارن، یه لغت دارن، لغت هم اسمش هست تعارف. چی یاد میدیم به این بدبخت ها؟ من گفتم آره. خلاص کلی هم راجع به ماجرا صحبت کردیم. میخوام بهتون بگم هر جای دنیا که هستی دوستای مهاجر من، یا اگه میخوایی مهاجرت کنین، مرج شدن و مخلوط شدن با فرهنگی توش مهاجرت کردین خیلی مهمه، خیلی مهمه درست مرج شدن. میدونین ماها خیلی یه سری چیزامون توماچه، زیادیه برای فرهنگای ساده تر. من نمیگم ما خودمون نباشیم خودمون رو سانسور کنیم، ولی اگه برامون مهمه که با آدما ارتباط بزنیم، تو ارتباطات اول نباید آنکامفورتبل و معذبشون کنیم. من نمیگم مدلتون رو عوض کنین بشین یا آدم دیگه، ولی حواستون باشه که
با ما مثلا من اینو یاد گرفتم چند شام یکی از کانتا من گفتش که من اونم پلی دیت بوده، پلی دیت داشتم، شوهرم یه دفعه گفته که نه بازو باربیکیو کنیم زشته، بعدش باربیکیو پارتی کردیم، پدر مادر اومدن دیگه، درینک کردیم تا ساعت 10 شب هم بودیم. خب یه پلی دیتی که ساعت 3 بعد از ظهر بوده به 10 شب ختم شده. میگفت هیچ کدوم از اونا تو هیچ کدوم پلی دیت های دیگه ما رو دعوت نکرد. این چرا؟ نه من که بعدشون اومده بعدشون نمیده، بعد دیدن خیلی سخت مینتین کردن این کار، براشون سخت بوده، دیدن نمیتونن جزئی از این ماجرا بشن. ما یه جوری بریم جلو توی معاشرت هامون که آدم های دیگه هم بتونن با ما کیپ اپ کنن. مسابقه نیست خلاصه، اینو میخواستم بهتون بگم که مسابقه نیست، تعارف هم نکنیم بی خودی و هی سعی نکنیم با چیزای با اون فاکتورهایی که باهاشون بزرگ شدیم ملت آن کافتر رو معذب کنیم. من یادمه که اون موقعی که تازه پسرم رو به دنیا آورده بودم مثلا 5-6 ماه بود، بعد یکی از دوستای همسرم که خیلی هم با مثلا ایرونی ها خیلی خوبه و مثلا خیلی دختره ایرونی رو با دیت میکنه و اینا، ما رو دعوت کرد یه باربیکیو پارتی تو بکیارده که دیگه دوست داشت. اما یه پیرن خب خیلی ساده ای که هم توش رنگ داشت ولی ساده بود، آدم ها رو چیز نمی کرد و آرایش هم که یاد، یعنی میدونی اینا رو دیگه میدونی دیگه، اینجا دیگه سایه نمیزنی سر ظهر، چله ظهر با یه عالم چیز بگو رژ لب و اینا بری توی یه دونه باربیکیو پارتی ظهر. خب آخه what are you doing exactly؟ یه هر چیزی یه منری داره. تا رسیدم اون دوست همسرم گفت آره من دو سه تا دوست ایرونی ما دخترای ایرونی که باشون تازه دارم مثلا آشنا شدم دعوت کردم. من گفتم بچا 3-4 تا خانم ایرونی اومدن، همین الان میخوام برن گلا از روح فحش قرمز رد شن، در این حد بود. و خودشون مثلا باز آنکامفتبل شدن، اون دوست بعد دختر کانادایی هم که بودن ساده اومدن به من گفتن وای ما هر جا میریم اوور درستیم و اینا. من که کسی ازم چیزام خصوصی چیزی نگفتم، ولی اصلا آرایشا، موژه، کفشه، بابا لب آبه، لب استخره، کفشای پاشنه بلند انقدی که پاتو بذاری لب استخر پرت میشی تو آب. Everything was too much. به قول یکی دوستان میگه انگار ما میخوایم همه چیزی که داریم همون جلسه اول نشون بدیم، بپوشیم، آرایش کنیم، بندازیم رولری رو. اصلا نمیگم بده یا خوبه، فقط میخوام بگم اگه میخوایم ارتباط موثر داشته باشیم باید حواسمون به این چیزا باشه. همین، موضوع خودتون باشین. تا نیکس تایم، برم جلسه دارم. موضوع خودتون باشین. بای.